امروز میخوام 5 دلیل بهتون بگم چرا فکر میکنم آمریکا بهتر از آلمانه. لطفا این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. سلام بچه، خوش اومدیم به ویدیو جدید. اگه یادتون باشه چند سال پیش ویدیو درست کردم که گفتم 4 دلیل چرا هیچ وقت نباید به آمریکا بری. امروز میخوام ورژن تقریبا برعکسش رو درست کنم و بگم 5 دلیل چرا من فکر میکنم آمریکا خیلی بهتر از آلمانه. و خلاصه توی این ویدیو قرار از این صحبت کنیم و اینکه اینو بدونین من از شماره 5 شروع میکنم و میرم به شماره 1 که این نشونه اهمیتش هست، حداقل از نظر من. یعنی اینکه شماره 1 بهش میرسیم از نظر من بهترین مزیت هست نسبت به آلمان. پس قبل از اینکه شروع کنین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و اگه هم سابسکرایب نکردین بزن روی دکمه سابسکرایب. بریم که شروع کنیم. پنجمین دلیل برای من هوای بهتر هست. البته میدونم آمریکا خیلی بزرگه و بعضی جاهاش احتمالاً هست، حالا مطمئن نیستم، که هوا شاید به بدی آلمان باشه. البته بازم فکر نمی کنم اینقدر بد باشه، ولی خب اینجا میدونین توی تابستون خب اوکیه، خوبه، تابستونش واقعا عالیه به نظرم، ولی خب خیلی تابستون کوتاهی داره به نسبت. در مقابلش آمریکا شما بیشتر اون گرما رو دارین و بیشتر از خورشید مخصوصا میتونین لذت ببرین. این چیزیه که توی آلمان خب کمتره و مخصوصا توی زمستون طول روزمون هم اینجا کمتر هست و خب این قاعدتا خودش روی اون مود آدم اثر میذاره، چون شما هر چقدر نور داشته باشین بیشتر انرژی داری، بیشتر خوشحالی. و خلاصه این یه بدیه که به نظر من آلمان داره، مخصوصا زمستونش که بعضی وقتا روز خیلی کوتاه میشه. البته اینم بگم من خودم مثلا هوای کالیفرنیا رو اصلا دوست ندارم، اینجوری که میبینم، من که تا نرفتم اونجا، چون که مثلا وسط زمستونشون هم با تیشرت مثلا دیدم که میرن بیرون و اینو دیگه من خودم دوست ندارم. یعنی من دوست دارم حداقل یکم اون حس زمستون داشته باشیم، مخصوصا که برف بیاد. یعنی اینو دوست دارم که حداقل این تجربه که مخصوص زمستونه رو داشته باشی، ولی در مقابلش مثلا گرما و طول روز بیشتر و آفتاب بیشتر هم داشته باشی. چهارمین دلیل که آمریکا بهتر از آلمانه اهمیت به محیط زیسته که اونا کمتر انگار دارن ازش. البته قاعدتا اهمیت به محیط زیست خوبه، ولی آلمان و کلن به نظرم اروپا خیلی دیگه سفت و سخت دارن این محیط زیست رو میگیرن و خب خیلی فشار رو مردم میاد. مثلا دو تا چیزایی که من خودم واقعا دوست ندارم، یکیش این که مثلا ماشین تو خودت تعمیر کنی بیرون معمولا مشکل داره، مخصوصا مثلا پای روغن ماشین رو تعویض کنی اجازه نداری معمولا خود انجام بدی. میدونم این چیزی که مثلا شاید شما بگین کی حوصله داره، ولی من خودم به شخصه اون موقعی که ماشین بنزینی داشتم خیلی دوست دارم که اینجور کارهای ساده رو خودم انجام بدم. مثلا دوست داشتم که ماشین خودم برم بالا، هر سال مثلا روغنشو عوض کنم، چه میدونم روغن ترمز اینا رو میخوام عوض کنم. دوست دارم که خودم اینجور کارهای ماشین رو انجام بدم چون علاقه دارم. خب اینجا اجازه نداری، یعنی اگه که فقط یک زمین شخصی داشته باشی و توی خیابون نباشی، یعنی کسی نبینه، میتونی قاعدتا انجام بدی، ولی خب دعوت عادی نمیتونی مثلا دم خونتون وایسی ماشینتو برای روی یه دونه رمپ کوچیک و بری زیرشو بخوای روغن عوض کنی. میتونی قاعدتا، ولی برای نفر زنگ میزنه به شهرداری میگه که نفر داره روغنشو توی خیابون عوض میکنه و این برای تو جریمه داره و جریمه سنگینی هم داره. دلیلش اینه که نمیخوان که روغن ماشین چکه کنه روی زمین، چون میگن این روغن در نهایت میره وارد آب‌های زیرزمینی میشه، که خیلی منطقی و خوبه. ولی من مثلا به شخصی میگم آقا من حواسم هست، مثلا یه کارتون میذارم سعی کنم نمیریزم، نمیشه دیگه. میدونی میگم هم یه خوبی داره هم بدیش اینه که واقعا دست و بال توی مثلا تعمیرات اگه علاقه داشته باشی تنگ. فقط باید بری جایی که مثلا میتونی اجاره کنی یه بخشی از یک تعمیرگاه رو و اونجا میتونی انجام بدی که واقعا هزینه‌اش بیشتر میشه. نکته دیگه که راجع به همین محیط زیست می‌خواستم بگم که برای من حتی مهمتر از اولیه هست، شستن ماشینته. مثلا دم خونتون ماشینتو اجازه نداری بشوری خودت، چون که دوباره همون بحث، این کثیفیا وارد مثلا همینجوری میریزه توی خیابون، هم خیابونا کثیف میشه چون اون کثیفیا سیاهیا مثلا بریزه آسفالتو کثیف کنی، سیاه کنی، زشت کنی. این یکی از دلایلشه که نمیذارن، هم همون دوباره وارد شدن به آب‌های زیرزمینی و منابع طبیعی هست که غیر قانونی هست که شما مثلا ماشینتون خودتون بشورین. میتونین یه کنه تر بهش بکشین، ولی اینکه بخواید بشورین اونجوری که مثلا توی ایران انجام بدین یا توی آمریکا که
میبینم که خیلی راحت همه خونشون همه ماشینشون میشورن، اینو شما اجازه نداری انجام بدین. و قاعدتا شما میدونین کسایی که یکم ماشین بازن میدونن این کارواشایی که ما میریم خب همش برای رنگ ماشین ضرر داره دیگه. توی همین کارواشا هم که بچه‌ها توی آلمان بخوایم بریم اجازه نداری حتی شامپوی مخصوص خودت رو بیاری و برس مخصوص، آره برس که نه، معمولا باید با مایکروفایبر تاول انجام بدی، حتی اینم اجازه نداری اونجا ببری توی اکثرشون. یعنی هم از دم خونت محدود میکنن، هم اونجا که میرن میگن فقط با همین چیزایی که ما براتون گذاشتیم اینجا فقط با این ماشینتون رو بشورید. و این خب برای ماشین شما بده دیگه، مثلا برس بکشی به ماشینت برای رنگش بده. خلاصه اینو من باز دوست ندارم. کاش میشد دم خونتون راحت مثل ایران ماشینم شست. البته خب قاعدتا نتیجهش اینه که تمام خیابون رو تمیزن و فلان و اینا و برای محیط زیست خوبه، ولی محدودیتی که من دوست ندارم. سومین دلیلی که فکر میکنم آمریکا از آلمان بهتره خونگرم بودن مردم هست. البته خب من تا اونجا نبودم ولی حس میکنم که اینجوریه، چون آلمانی‌ها مخصوصا با غریبه‌ها خیلی خوشگن، اینجوری بگم صاف بخوام بگم خیلی خوشگن. یعنی شما اگه باهاشون دوست بشی و رفاقت داشته باشه فلان اوکیه، ولی تا قبلش این خوشیه رو دارن. حالا مثلا دو تا مثال براتون میزنم، خودم اینجا اتفاق افتاده برام. یکیش اینه که من چند پیش مثلا سوپرمارکت بودم، بعد یه خانومه دیدم که بچه داشت با شوهرش بود، بعد دو تا دونه سبد خرید داشتن. معمولا ما خودمون یه دونه برمی داریم دیگه، میریم پرش میکنیم، حالا پرش همون نمیکنیم، ما دو نفریم، مثلا یه نصفه میخریم بعد دوباره میریم میخریم. و اینا دو تا دونه سبد خرید اینجوری از این کارتو برداشته بودم، پر پر بود، مثلا تا نیدادن اینجوری. بعد برای شوخی بهش گفتم که من بعد خودم اینجوری آماده کنم وقتی میخوام بچه دارشم و اینا. بعد این لحظه ای که مثلا بهش نزدیک میشی باهاش صحبت کنی اینجوریه، مثلا اینجوریه، مثلا نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه. من مثلا وقتی که یه نفر میاد با هم صحبت کنه، مثلا دارش صحبت میکنه، من اینجوری هم مثلا دارم اینجوری گوش میدم، یکم لبخنده رو دارم. ولی اونا، حالا حداقل این خانم اینجوری بود که اینجوری مثلا با اخ، بعد من تا اون لحظه آخر دیگه به شک میافتادم این چقدر به من اخ کرده، مثلا دیگه دارم از حرف زدنم پشیمون میشم. یعنی اون حس بهم دست میده که پشیمون میگم چرا اومدم مثلا با این صحبت میکنم. بعد تا اون لحظه آخر اینجوری اخ میشه، اینجوری تو هم بود تا زمانی که جوک منو فهمید، بعد یه لبخند زد. یعنی اینجوری شد و اینش خیلی حس بدی میده که مثلا اگه غریب بیاد باهاش صحبت کنه اینجوریه، انگار مثلا همچین حسی دارن که میخوای بهش یه چیزی بفروشی مثلا تو خیابون. خلاصه یه چیزی که من واقعا دوست ندارم و مثلا برای منی که اکستروورت هستم، چی بهش میگن، برونگرا، دیونگرا، چی میگن، برونگرا بکنم میگن، برای من سخته. ولی مثال دیگه بخوام بگم، همین امروز من آرشگاه بودم، بعد رفتم داخل آرشگاه، اینجوری که من وارد بشم یه آقای آلمانی بود دقیقاً جلوی من وارد شد. خب اون یه نوبت جلوتر بود، من شوخی تا وارد شدم چند نفر نشسته بودن، گفتم یه دقیقه دیرتر اومدم، خندیدن، چند تا مثلا آدم آلمانی بودن اونجا خندیدن. این یک بار بود که مثلا حالا به یه غریبه اینجوری یک حس، شاید به خاطر اینکه هممون توی آرایشگاه بودیم. ولی خب کلا این حس رو دارم که توی خیابون مثلا با غریبه بخوای چیز کنی کم سخته. نگی باشون دوستشید واردشون بشی اینا اوکیه، ولی نمی که از دلایلی که فکر می‌کنم آمریکا بهتره. دلیل دوم که شاید باورت نشه الان می‌خوام اینو بگم، ولی چون توی اون ویدیو مخصوصا کریتیسایزش کرده بودم، فارسی کلی بد، کلی کم، اونم بیمه هست. بیمه آمریکا، درسته هممون میدونیم بیمه آمریکا افتضاحه مخصوصا نسبت به آلمان یا کشورهای اروپایی کلا، یا حتی فکر کنم کانادا، آره کانادا بیمه خوبی داره، بیمه درمانی. ولی اینجا توی آمریکا خب عادتا خیلی بده. ولی من میخوام بگم چرا نکته مثبتش نسبت به حالا مثلا اینجا چیه. تا جایی که من میدونم، البته شاید اشتباه من بگم نمیدونم، تا جایی که من میدونم بیمه درمانی داخل آمریکا اجباری نیست و این یک مزیت کوچیک من میبینم به عنوان کسی که مثلا داره سعی میکنه الان چند تا استارتاپ رو با هم دیگه پیش ببره. اونم اینه که من الان به شخصه چون دارم خیلی سرمایه‌ام رو توی استارتاپم سرمایه گذاری میکنم، هر مثلا یک دلار برای من مهمه، هر پولی که دارم برام مهمه که کجا خرجش میکنم، چی جوری. مثلا الان خب برام خیلی مهمتره، مخصوصا که از کار اومدم بیرون فلان، دیگه خودتون میدونید. بعد چیزی که اینجا من خوب میبینم اینه که شما اگه بخوای میتونی بگی آقا من میخوام یک سال، درسته خیلی ریسکه و اصلا منطقی نیست و آدم باهوش نباید همچین کاری بکنه، ولی میتونی اگه بخوای
بگی من یک سال اصلا هیچ بیمه‌ای نمیخوام، هیچ بیمه درمانی نمیخوام، ریسک میکنم، حالا اگه مریض شدم خب خیلی خطرناک، ولی ریسک میکنم تمام پولی که دارم میخوام نگه دارم برای مثلا استارتاپم خرج کنم. دارم میگم این اصلا منطقی نیست، خوب نیست این کارو بکنی چون خطرناکه، یهو آدم یه اتفاق براش افتاد خدا نکرده، ولی اگه بخوای میتونی انجام بدی، اینش مهمه که اگه بخوای میتونی کار. توی آلمان خب اجباریه، اصلا اینکه نداشته باشی نمیشه، باید داشته باشی. اینو من از آمریکا خوب میبینم، باز درسته میگم بدی خودشو داره ولی خب این خوبی هم داره اگه بخوای انجام بدی. و اما میرسیم به شماره یک، بهترین مزیت آمریکا نسبت به آلمان اگه گفتین چیه؟ واقعا ویدیو رو پاس کنین توی کامنت ها بنویسین نظر شما چیه. اوکی، تصور برای میگیریم که شما نوشتین الان. اولیش برای من مالیات بر درآمده که توی آمریکا خب خیلی کمتر نسبت به آلمان. البته اینجا یه روشایی وجود داره که شما میتونید یه تریکای بزنین، یه کارای بکنین، ولی تهش خب آمریکا باز کمتره. یعنی تهش اینجا هر کاری انجام بدین اون مالیات‌ها رو دارین. کمترش میتونین بکنین. یه دوره درست کردم بچه‌ها، لینکش هم پایین می‌ذارم. توی این دوره کامل توضیح دادم مخصوصا برای شرکت‌ها چجوری میتونن یه حرکتای بزنن کسایی که توی آلمان بیزنس دارن. ولی بازم میگم تهش اون کار رو بکنی شرکت های توی آلمان، توی آمریکا مزیت بیشتری دارن. و اینکه حالا میخوام یک سری اعداد و ارقام بهتون بگم مثلا تفاوت ها که بهتر دستتون بیاد توی جفتش، یعنی هم آمریکا هم آلمان خب پروگرسیو، اینجوری هر چی درآمد بالاتر بره درصدی که مالیات میدی خب بیشتره و تفاوتش، ولی حد اکثر مالیاتی که توی آلمان پرداخت میکنی 45%، ولی داخل آمریکا 37%. حالا شاید فکر کنی این اعداد خیلی تفاوتی ندارن، درسته؟ درسته. ولی نکتهش اینجاست بچه ها. ببینید برکت هایی که داریم اینجوریه که توی آلمان خیلی کمتره. مثلا توی آمریکا میگن تو اگه درآمدت رسیده باشه به 578,120 دلار به بالا، تازه از اینجا باید 37% بدی. یعنی تا زیر اینجا که باشی مالیاتی که میدید مثلا 35% هست، ولی توی آلمان 277,826 یورو، یعنی اینجاها که باشی از اینجا به بعد تو داری دیگه همینجور آردی 45% مالیات میدی و این خیلی تفاوته. یعنی توی آمریکا شما میتونی کلی پول بیشتر در بیاری بازم داری کمتر مالیات میدی نسبت به اینجا. تازه این برکت ها بچه ها که دارم صحبت میکنم یک سیستم پیچیده، حالا نمیخوام ویدیو رو خیلی پیچیده کنم برای کسی که خیلی از این تکس و اینا سر در نمیارن، مثال خیلی ساده بخوام بزنم. خب میخوام خیلی الان سادهش کنم ولی واردش نمیشم، خیلی تماس دارم ببخشید. I'm recording video, is it important? The vegetables we have to use, maybe can you already peel the bottom joints and... خب بچه ها اینجا رو من خیلی سعی میکنم کوتاه نگهش دارم که شما خیلی هم گیج نشین چون بحث مالیات خودش چیزه، کلن طبقه طبقه میره بالا. بعد اینجوریه که مثلا میگن شما تا 10,000 یورو در بیاری، مثلا حالا توی آلمان اینجوری که 0% حالا 10,000 یورو نیست، 11,600 خورده. پس تا اینجا شما اگه در سال در بیارین مالیاتی که میدی 0%. بعد از اونجا میگه که از 11,600 خورده تا مثلا 63,760 یورو که در بیاری 14 تا 42%. پس این یعنی وقتی که شما مثلا 50,000 یورو در بیارین، اول میان اون 11,000 خوردهشو کم میکنن. خب میگن 11,000 خوردی ازش کم میشه که این هیچ مالیات روش نیست. بعد میمونه چقدر مثلا 39,000 خوردی روش، بعد میگن خب 39,000 خوردی توی کدوم برکت میاد و اینجوری میان حساب میکنن. خلاصه اینجوری نیست که بگن تو اگه که مثلا دقیقاً 277,826 یورو در بیاری دقیقاً داری 45% میدی. نه. اینجوری نیست. اینو بعضی اشتباهی فکر میکنن، مخصوصا کسایی که حالا خیلی سر در نمیارن از مالیاتا، فکر میکنن که این اعداد و ارقامی که ما اینجا داریم میبینیم دقیقاً یعنی اون، ولی اینجوری نیست، یکم پیچیده تره. حالا امیدوارم متوجه شده باشین، من نمیخوام خیلی وارد بشم. و این تفاوتی میخواستم بگم اینه که شما تصور کنید داخل آمریکا خیلی این تفاوتش فرق میکنه. شما 10, 12, 22, 24 اینجوری کم کم داره میره بالا. مثلا شما وقتی که داری تا 182,100 دلار در سال در میاری فقط 24% داری میری. تفاوت ها رو میخوام مثلا متوجه بشینم. اگه بخوام براتون مقایسه کنم، توی آلمان گفتیم چقدر بود؟ اگه بیشتر از 277,826 یورو در بیاری 45%. حالا همین مقدار تقریبیش اگه بخوام بگم به دلار تقریبا میشه 285,000 دلار.
حالا ببینیم 285,000 دلار توی کدوم برکته. توی تقریبا یکی مونده به آخری میشه که میشه 35%، یعنی 10% شما همینجا کمتر یهو مالیات داری. خب این خیلی کمک میکنه که شما رو جلوتر بندازه. حالا قاعدتا هم میدونم خیلی میان میگن که استیت تکس هم داریم، چون حالا بچه‌ای که نمیدونن آمریکا یه دونه تکس داره که اینی که دارم بهتون میگم، اینی که دارم نشون میدم، این تکس خود کل ایالات متحده آمریکا هست. بعد شما یه دونه استیت تکس هم داری که هر ایالتی برای خودش تعیین کرده، مخصوصا کالیفرنیا مثلا خیلی این مالیات بالایی رو داره و قاعدتا مجموعه اینا شاید از آلمان هم بیشتر بشه. ولی تهش میخوام بگم شما این آپشن رو داری، همونجوری که خیلی از بیزنس دارا داخل آمریکا انجام میدن که میرن توی یکی از ایالت‌هایی که 0% تکس داره. اینم درست شنیدین، بعضی از ایالت‌ها 0%، یعنی شما اینی که الان نشون دادم توی جدول رو همیشه داری، اینا همه دارن. ولی ایالتت هم میتونی انتخاب کنی که فقط همین رو پرداخت کنی. مثلا فلوریدا میتونی بری، تگزاس میتونی بری، نوادا میتونی بری، اینا 0%. خلاصه اگه بیزنس آنلاین مثل من بخوای راه بندازی، بهترین مزیت اینه که شما میری که از این ایالت‌ها و یه کمترین مقدار مالیات رو پرداخت می‌کنی. این یکی از مزیت‌هایی که مزیت بزرگ که من فکر می‌کنم خیلی باز کمک می‌کنه به اینکه خیلی از استارتاپ‌ها موفق میشن داخل آمریکا، دقیقاً همین مالیات هست. چون اینجا انقدر سیستم پیچیده است و انقدر هزینه ما استارتاپ رو پرداخت کنیم که خیلی سختش میکنه که بخوای اصلا راه بیفتی، مگه اینکه یه شرکت بزرگ پشتت باشه و یه پول واریز کنه و تو بتونی ادامه بدی. خلاصه همین بود دیگه، این چیزایی که می‌خواستم بگم. فقط یک مورد شیشه من می‌خوام اضافه کنم برای بونس کسایی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردن، اونم قانون اسلحه داری هست که توی آمریکا خب خیلی آزادتره، خیلی خوبتره برای ما که بختیاری، ما عاشق اسلحه هستیم. ما واقعا از بچگی با اسلحه بزرگ شدیم، تقریبا هر خانواده بختیاری یه دونه اسلحه تو خونش داره، یعنی عادیه برامون. البته اصلا حالا کسایی که تو یوتیوب دارن ایران نگاه میکنن با مجوز قاعدتا، و من دوست دارم، یعنی تیراندازی دوست دارم، این جور چیزا دوست دارم. تهش اینه که اینجا میتونی بگیری ولی خیلی پیچیده تره. مثلا اگه اسلحه گرفتی و داری با خود حملش میکنی، فقط از خونت تا جایی که مثلا شوتینگ رنج، جایی که میری تیراندازی میکنی، اجازه داری توی این مسیر فقط همراهت باشه. اگه مثلا یو رفتی یه جای دیگه توی این مسیر و پلیس چکت کرد خیلی اتفاقی و دید اسلحه داخل ماشینه و هیچ، این مسیری که داره میری نه نزدیک خونت نه نزدیک اون چیزه، این اصلا برای درد سرساز میشه و اینجور چیزا داره، یعنی حمله اصلا اینا اصلا نداری، که حالا اونم چیزی نیست که من نیاز داشته باشم. ولی خب گفتم اینم بهش اشاره بکنم. و از چیز جالب‌تر هم هست اینکه اسلحه هاتون همیشه باید داخل یک حالت گاف صندوق فولادی ذخیره شده باشه و اینجا توی آلمان اینجوریه که یو هر ازگاهی بدون اینکه بهتون بگن وقتی اسلحه داشته باشی، یو میان خونتون رو چک میکنن که مطمئن بشن اسلحه هاتون و مهماتتون توی اون چیز هست و جاش امنه. اینجوری نیست که مثلا یه نفر بتونه بهش دسترسی پیدا کنه. خلاصه این پیچیدگی رو داره، میگم جالب هست قوانینشون ولی خب سخت تره دیگه. همین دیگه بچه‌ها، مرسی که ویدیو تون رو تماشا کردین. اگه ویدیو دوست داشتین ممنون میشم لایک کنین و نظرتون رو لطفاً توی بخش کامنت‌ها بنویسین. اگه من موردی جا انداختم شما فکر می‌کنین مثلا به این دلیل آمریکا بهتره، لطفاً بنویسین. یا اگه برعکس من فکر می‌کنین آلمان بهتره، میتونین باز بنویسین. مرسی که ویدیو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.